با کنش برخی مقام های میانی جمهوری اسلامی به توافق امروز اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت ایران علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات میگوید قبل از اجرایی شدن تحریم ها مسئولان صادرات نفت به اروپا را قطع کنند و کازم وزیری هامانه وزیر سابق نفت تحریم ایران نفت را گرام می کند یک امام هم در کرمانشاه گفته تحریم ها علیه ایران نوعی برکت است پیش از این محمد کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که سابقه در سپاه هم دارد گفته بود تحریم نفتی بستن تنگه هرمز را در پی دارد. ایران در یک ماه گذشته غرب را به بستن تنگه هرمز تهدید کرده. مقامات غربی گفتند بستن تنگه هرمز را تحمل نخواهند کرد و حتی چین شریک تجاری ایران هم با بستن تنگه هرمز از سوی ایران مخالف است. امروز برخی رسانه های نزدیک به دولت اعلام کردند توافق اروپا برای توقف خرید نفت ایران بیشتر به ضرر کشورهای تحریم کننده است علی آقازاده از فرماندهان سپاه و عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید نگران عدم خرید چند لیت نفت توسط اتحادیه اروپا نیستیم این ادعا در حالی است که پیش از این نشریه وال استریت به نقل از آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده بود بیشترین صادرات روزانه نفت ایران به اروپا است که اینها دیگه برای اجرای تعهدات خودشون کاملا دچار اختلالند این روزها برخی از نمایندگان مجلس از دولت به خاطر ناتوانی در مدیریت وضع اقتصاد کشور گله کردند و گفتند مشکلات موجود بیش از آن که اثر تحریم ها باشد ناشی از فقدان مدیریت است تحریم اون رنگ خودش رو باخته اینا آخر... تحریم ها بی اثر است این شاه بیت سخنرانی مقام های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته است اما حالا با تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران چند ماه است که مسئولان جمهوری اسلامی کمتر به تحریم ها اشاره دارند این یکی از آخرین سخنرانی های آیت الله خامنه ای درباره اثر تحریم هاست اون روزی که تحریم ها رو سی سال پیش علیه ما شروع کردن اون تحریم ها علیه ما ممکن بود کارگرتر واقع بشود تا تحریم هایی که امروز علیه ما دارن تصویب میکنن و اجرا میکنن و هم دوره وعده هم میدن که بیشترش خواهیم کرد چهار ماه است که رهبر جمهوری اسلامی به رغم دیدارها و سخنرانی هایی که در این مدت داشته اشاره‌ای به تحریم ها نکرده است این سکوت در برخی دیگر از مقام ها دیده می شود اما محمود احمدی نژاد تنها مسئول ای است که همچنان ادعا می کند تحریم ها اثری ندارد او یک شنبه به شبکه تلویزیونی مکزیک گفت که تحریم بر ملت ایران اثری نداشته و نخواهد داشت در هفته های اخیر ناب سامانی اقتصادی در بازار ارز و سکه موجب نگرانی هایی شده است همچنین گرانی و تورم فشار بر طبقه متوسط و فقیر جامعه را افزایش داده است آرش سیگارچی صدای آمریکا